چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. چرا امکان نداشت موسی قم رو به سرزمین موعود ببره و چرا یوشع باید این کارو میکرد؟ کتاب یوشع کتاب جنگ ها و مالکیت هاست. آیا این در کلام خدا یک اعلان جنگ مسلحانه است؟ در کلام خدا موسی و یوشع به چه کاری هم شدند؟ سلام به شما همراهان گرامی، به قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه با عنوان تمام کتاب خوش اومدید. خیلی خوشحالم دوباره شما رو در یک قسمت تازه و یک کتاب جدید و همچنین یک ظاهر جدید در برنامه میبینم. همونطور که میبینید یک دکور و یک طرح جدید داریم، چون میخوایم که یک فصل جدید رو آغاز کنیم. اگر بیننده ما بوده باشید و ما رو دنبال کرده باشید، میدونید که در قسمت قبلی کتاب تثنیه رو که پنجمین کتاب عهد عتیق هستش به پایان رسونیم. با اتمام کتاب تثنیه همراه با انجیل‌های متی، مرقس و لوقا، یک سال کامل رو از این برنامه، یعنی 257 برنامه رو پشت سر گذاشتیم. عزیزان، میخوام خدمتتون یادآوری کنم که در این برنامه تمام کتاب مقدس، یعنی تمام کتاب‌های کتاب مقدس رو به ترتیب مطالعه می‌کنیم، یعنی از کتاب پیدایش تا مکاشفه، هر روز از دوشنبه تا جمعه. میخوام شما عزیزانم رو تشویق کنم تا با خانوادتون با ما همراه باشید تا کتاب مقدس رو با هم به طور کامل مطالعه کنیم. در این برنامه مطالعه نخستین کتاب تاریخی در کتاب مقدس، یعنی کتاب یوشع رو آغاز می‌کنیم. کتاب مقدس در دسترس داشته باشید و همراه ما باشید تا با هم مطالعه رو آغاز بکنیم. به مهمانانمون در استودیو خیر مقدم عرض می‌کنم، خادمین خداوند برادر نهمیان ناتان و برادر اسحاقی، سلام و خوش اومدید. همچنین مهمانانی در استودیو داریم که پرسش‌های خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. سلام و خوش اومدید عزیزان. برادر نهمیان، حالا که داریم کتاب یوشع رو آغاز می‌کنیم، نخستین پرسش من اینه که آیا می‌تونین یک تصویر کلی درباره کتاب یوشع به ما بفرمایید؟ موضوع اصلی کتاب یوشع چیه؟ پیش از اینکه مطالعه کتاب یوشع رو شروع کنیم، اجازه بدین تقسیم بندی کتاب مقدس رو مرور کنیم. همه میدونیم که کتاب مقدس کلام زندگی خداست و همچنین 66 کتاب داره و به دو بخش عمده، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، تقسیم شده. از این 66 کتاب 39 کتاب در عهد عتیق و 27 کتاب در عهد جدید هستش. اگه بخوایم عهد عتیق رو در یک جمله خلاصه کنیم، میتونیم بگیم مکاشفه خدا درباره خودشه و خدا خودش رو به انسانها مکشوف میکنه، ولی همچنین تاریخ ارتباط خدا رو با انسان از آفرینش تا زمان آمدن مسیح به دنیای ما ثبت میکنه. عهد جدید با خبر خوش آمدن مسیح آغاز میشه و با وضعیت ابدی زمین جدید و آسمان جدید تموم میشه. عهد عتیق که شامل کتاب یوشع هم میشه و ما در این برنامه مطالعه اونو آغاز میکنیم، خودش به قسمت‌های بسیاری تقسیم میشه. نخستین بخش کتاب‌های پنجگانه توراته که خداوند از موسی استفاده کرد تا اونا رو با الهام روح القدس بنویسه. آخریشون کتاب تثنیه است که مطالعهشو به اسم اونا کتاب‌های پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه هستن. کتاب یوشع آغاز یک قسمت دیگه ای از عهد عتیق رو نشون میده که همون کتاب‌های تاریخی هستن. 12 کتاب تاریخی وجود دارن که از یوشع شروع میشه تا کتاب استر. کتاب‌های یوشع، داوران، روت اول و دوم سموئیل
اول و دوم پادشاهان، اول و دوم تواریخ، عزرا، نهمیا و استر. بعد نوبت به یک قسمت عالی از کلام خدا میرسه که تمامی اون بی‌نظیره، که کتاب‌های شعری هستند. چرا اونا رو کتاب‌های شعری مینامیم؟ چون در زبان اصلی که زبان عبریه این کتاب‌ها در قالب شعری بسیار زیبا و شگفت‌انگیز نوشته شدن که شامل 6 کتابه: کتاب‌های ایوب، مزامیر، امثال سلیمان، جامعه و غزل غزل‌های سلیمان و یک کتاب کوچک که به کتاب ارمیا متصله و سوگنامه ارمیا نام داره. 16 کتاب دیگه از عهد عتیق باقی میمونه که کتاب‌های نبوتی هستن و اون 16 کتاب خودشون به 2 بخش تقسیم میشن: اولی انبیای کوچک به لحاظ اندازه و انبیای بزرگ که شامل اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال هستن. بعد 12 کتاب نبوتی کوچک رو داریم که بعضیاشون فقط 1 فصل دارن و برای همینه که بهشون میگیم انبیای کوچک. یک نمونه از کتاب‌های 1 فصلی نبوت عبدیا هست. بله. بله. اونها با کتاب یوشع شروع و با کتاب ملاکی تموم میشن. نخستین کسی که کلام خدا رو نوشت مرد خدا موسی بود و آخرین کسی که در عهد عتیق کلام خدا رو نوشته ملاکی بوده در حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح. پس کتاب یوشع آغاز بخش دومه. بله. کتاب‌های تاریخ. کتاب یوشع کتاب مالکیت تملک سرزمین کنعان، درست همونطور که خداوند به قوم وعده داده بود. در کتاب خروج میبینیم قوم تحت رهبری موسی از سرزمین مصر بیرون میان. در کتاب اعداد میبینیم این قوم 40 سال در بیابان سرگردونن، ولی در این کتاب تحت رهبری رهبر بزرگ یوشع که خدا تعیین فرموده بود، قوم به سرزمین موعود یعنی سرزمین کنعان داخل میشن. یوشع خدمتش رو به عنوان دستیار و خادم موسی آغاز کرد. و در کتاب خروج فصل 17 میبینیم یوشع ارتش رو در نبرد با امالیقیان فرماندهی میکنه. همچنین میخونیم که یوشع همیشه نزدیک خیمه اجتماع بود که خیمه شهادت هم نامیده شده. و البته یوشع یکی از 12 جاسوسی بود که موسی به جاسوسی سرزمین کنعان فرستاد و با کالیب پسر یفنه برگشت و گفت برویم و سرزمین را به تصرف درآوریم، زیرا کاملا مهیای غلبه بر آن هستیم. در پایان زندگی موسی خدا بهش فرمان داد که یوشع را تعیین کنه که قوم را رهبری کنه و به سرزمین کنعان ببره و اونجا رو براشون تقسیم کنه. و این داستان کتاب یوشع که کتاب تصرف و لذت از برکاتی که خداوند به قومش عطا فرموده. پس کتاب یوشع نخستین کتاب تاریخیه و درباره تقسیم سرزمین موعود برای قوم بر طبق وعده خداوند صحبت میکنه. بله. برادر اساق، برادر نهمیا همین الان به ما گفتن که کتاب یوشع آغاز کتابهای تاریخیه. بنابراین من میدونم که این یک کتاب تاریخی هستش، ولی آیا میشه درس‌های روحانی هم از این کتاب گرفت؟ بله، سوال خوبی پرسیدین. در اصل تفاوت بزرگی بین کتاب‌های تاریخی نوشته بشر و کتاب‌های تاریخی که توسط روح القدس یعنی نویسنده الهی نوشته شده وجود داره. وقتی خدا تاریخ رو می‌نویسه، اول از همه خیلی بیشتر از هر سازمان اطلاعاتی در دنیا می‌دونه. خدا دقیق‌ترین اطلاعات رو داره. همچنین وقتی خدا می‌نویسه، هیچ هوا و هوسی نداره. هر کس که تاریخ یک دوره زمانی مشخص رو می‌نویسه، از دیدگاه خودش این کارو می‌کنه، نه بر پایه اطلاعات شخصی خودش، بلکه بر اساس گرایشات حزبی، مثلا بر اساس باورایی که داره. ولی وقتی خدا تاریخو می‌نویسه، همونطور که هست می‌نویسه. خدا بدون هیچ جانبداری این کار انجام میده. خدا در نگارش تاریخ ذات انسان آشکار می‌کنه که خیلی اهمیت داره. انسان‌هایی که تاریخو می‌نویسن از بشر تجلیل می‌کنن، یا از یک رهبر، یک فرمانده و یا یک ملت. ولی خدا در کتاب مقدس وقتی رویدادهای تاریخی رو می‌نویسه، آشکار می‌کنه که انسان چقدر قاصر و شکست خورده است. و این یک مقدمه بر نکته خیلی مهمیه که تاریخ بشر بهش نپرداخته، و اون چیه؟ اینه که تاریخ بشر رویدادها رو می‌نویسه، ولی تاریخ الهی نشون میده که دست خدا در پس پرده در کار تا هدفی رو محقق کنه. اون هدف چیه؟ خدا میخواد آشکار کنه که انسان قاصر و شکست میخوره، و بعد برای این شکست راه درمانی رو در منجی ارائه کنه. این خیلی جالبه که کتاب یوشع نخستین کتاب در کل کتاب مقدسه که نام نویسندش رو در عنوانش داره. چرا؟ چون یوشع در زبان عبری همون کلمه مورد استفاده برای عیسی است. عیسی به معنای یوشع
و به معنای خدا نجات میدهد. این فوق‌العاده است، چیزی که نمیشه در کتاب‌های تاریخی دیگه دید. پس شکست مال انسان و رستگاری از طرف خداست. رستگاری از خداست. این ما را به مفهوم کتاب یوشع سوق میده. یه قانونی است که میگه دنبال پرتکرارترین کلمات یک کتاب بگردین و اینطوری کلید اون کتابو پیدا میکنین. در این کتاب دو واژه مشتقاتشون بارها تکرار شدن. کلمه تصرف نزدیک به 22 مرتبه تکرار شده و کلمه میراث و مشتقاتش حدود 58 مرتبه. پس یک میراثی که باید تملک بشه و این یک مفهوم روحانی برای امروز ماست. خدا میراثی برای قومش گذاشته که تصرف کنن. این میراث چیه؟ هر جا که پایت را بگذاری آن را به تو خواهم داد. امروز برای ما چه کار بردی داره؟ برنامه ما عنوانش تمام کتاب در نخستین فصل کتاب یوشع آیه 11 به ما میگه آذوقه خود را تهیه کنید و منظورش از این خوراکه. و برای همینه که من شما همراهان گرامی رو تشویق میکنم که این مطالعات تمام کتاب رو دنبال کنین، چون این یک میراثه. برای تملک و لذت بردن از میراث باید سخت کار کنین. وقتی که داشتین درباره کتاب‌های تاریخی صحبت می‌کردیم متوجه شدم که یکی از مهمانان می‌خواد چیزی بگه. فکر می‌کنم درباره چیزایی که فرمودین سوال دارن. پس استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا به پرسش‌ها پاسخ بدیم. مطمئن هستم درباره این قسمت سوالاتی هست. همراهان گرامی پس از استراحت در خدمتتون هستیم. همراهان عزیز و گرامی به بخش دوم به برنامه خوش اومدید. بریم و پرسش یکی از حضار رو بشنویم. چه کسی سوال داره؟ بفرمایید، خواهش میکنم. برادر نهمیا فرمودند کتاب یوشع ابتدای بخش بزرگی از کلام خداست و این بخش کتاب تاریخیه. و برادر اسحاق گفتند در کتاب یوشع و در تمام کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس خدا داره با تمام دقت تاریخ رو بیان میکنه. هدف خدا از شرح تاریخ انسان‌ها و ممالک دیگه چیه؟ ما میدونیم که بخش بزرگی از عهد عتیق کتاب‌های تاریخی هستند. چرا در این کتاب‌ها خدا مستقیماً با ما صحبت نکرده؟ چرا در این کتب خدا می‌خواد تمام این تاریخ‌ها رو برای ما روایت کنه؟ سوال بسیار خوبیه. تاریخ با تمام رویدادهایی که اتفاق افتادن اثر انگشت خداوند رو به ما نشون میده. نشون میده که خدا اقوام و سلاطین رو کنترل میکنه. خدا حرف اول و حرف آخر رو میزنه و تصمیم نهایی رو میگیره. مطابق با نبوت های کتاب مقدس، خدا نه فقط آینده رو میدونه و اونو آشکار میکنه، بلکه رویدادها رو هم شکل میده و نشون میده که خدا مالک آسمان و زمینه و بر حاکمیت انسانها تسلط داره. تاریخ همچنین صفات خدا رو به ما آشکار میکنه. مثلا وقتی بعضی قسمت‌های تاریخی رو میخونیم میفهمیم که خدا قدوسه و در تعامل با انسان‌ها نمیتونه قدوسیت خودش رو انکار کنه، چون عدالت قوم را سرفراز میکند اما گناه هر قوم را سرزنش مینماید. به هر پادشاهی یا ملتی که در تاریخ از خدا دور بودن و در گناه رفتار میکردن نگاه کنین و ببینید سرنوشتشون چی شده. اینطوریه که میفهمیم خدا قدوسه، اما این فیض و رحمت خدا رو هم آشکار میکنه. مثل نینوا که خدا یونس رو فرستاد تا توبه کنن، خدا با اونا چیکار کرد؟ آیا خدا خشمش رو به اونا نازل کرد؟ نه، خدا بهشون رحمت نشون داد. پس وقتی تاریخ مقدس رو در کتابهای تاریخی میخونیم، خدا رو میشناسیم و روشهای اونو برای تعامل با انسانها و اداره جهان میفهمیم. ولی کتاب‌های تاریخی تنها داستان نمیگن. نه، چون در رساله رومیان فصل 15 آیه 4 میگه زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. پس میتونیم اونا رو با عنوان داستان‌های تاریخی بخونیم، ولی درس هایی هم برای ما خواهند داشت. رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 درباره چیزهایی که برای قوم اسرائیل اتفاق افتادن صحبت میکنه و میگه همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. پس هرچند اینا داستانهای تاریخی هستن، ولی برای تعلیم و هشدار
ما هم هستن و مطمئن باشید از خوندن اونا خیلی بهره میبریم. برادر اسحاق، میشه لطفاً یک دسته‌بندی خوب از این فصل انجام بدین که وقتی شروع به خوندنش میکنیم بتونیم عناصر اصلی رو واضح در فکرمون داشته باشیم؟ لطفاً کتاب یوشع رو برامون دسته‌بندی کنید. همینطور که در کتاب مقدس میبینیم، کتاب یوشع 24 فصل داره. یه دسته‌بندی مختصر میتونه اینطور باشه: 12 فصل ابتدایی از ورود به سرزمین موعودی میگن که خدا از دوران پیدایش وعده داده بود، و از فصل 13 تا فصل 22 درباره تقسیم سرزمین بین قبایل حرف میزنه و نشون میده که چطور وارد شدن تا سرزمین رو تصرف کنن. سپس دو فصل 23 و 24 نتیجه گیری هستن و دو نامه خدافظی از یوشع که مرد خدا و شخصیت اصلی این کتابه. اگه بخوایم تقسیم بندی دقیق تری از 12 فصل نخست ارائه کنیم، از فصل 1 تا فصل 5 درباره ورود به سرزمین وعده است و از فصل 6 تا فصل 12 میبینیم که چطور مناطق اطراف اریها رو پس از پیروزی در یک نبرد سخت تصرف میکنن و این پیروزی با اطاعت از فرمانهای خداوند در داوری انسانهای شریر و تصرف سرزمینی که خداوند بهشون وعده داده بود سپری میشه. درسته. اجازه بدید 9 آیه نخست فصل 1 رو خدمتتون بخونم و سوالی دربارهشون مطرح کنم. فصل 1 آیه 1 تا 9: بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند، خداوند به دستیار موسی یعنی یوشع پسر نون گفت: خادم من موسی وفات یافته است، پس تو و همه مردم اسرائیل آماده شوید تا از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به آنها خواهم داد بروید. همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم، هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد. حدود سرزمین های شما از جنوب به بیابان، از شمال به کوههای لبنان، از مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به رود فرات خواهد رسید. همچنین سرزمین هتیان را در اختیار شما می‌گذارم. همانطور که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود و تا پایان عمرت هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. دلیر و شجاع باش، زیرا تو این قوم را رهبری خواهی کرد تا سرزمینی را که به نیاکانشان وعده دادم به دست آورند. قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی که موسی خدمتگزار من به تو داده است اطاعت کن و از آن منحرف نشو تا در هر کاری که می‌کنی موفق گردی. کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمای. آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. باز به تو میگویم، دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه جا همراه توست. بله برادر نهمیا، واژه‌های آیه اول توجه منو جلب کردند. بعد از وفات موسی. بله. در برخی از ترجمه‌ها مثل ترجمه قدیم آیه با حرف و شروع شده. این به ما چی میگه؟ با حرف ربط و میبینیم که الهام مقدس داستان رو ادامه میده. موسی قوم را از مصر بیرون آورد و باهاشون رفت تا به مرزهای سرزمین کنعان رسیدند. مرگ موسی یک فقدان عظیم بود، چون موسی برای قوم یک رهبر بزرگ بود، ولی خدا براشون یک رهبر دیگه تدارک دید که وظیفه موسی رو به عهده بگیره و اونا رو به سرزمین کنعان ببره و اونجا رو براشون تقسیم کنه. اون شخص یوشع و یوشع رهبر قوم، یوشع پسر نون، که همانطور که گفتیم معنای اسمش یهوه نجات میدهد. ولی باید بپرسیم چرا موسی نتونست قوم رو به سرزمین کنعان رهبری کنه؟ موسی نماینده شریعت و شریعت چیه؟ شریعت دستوراتیه که خداوند به خاطر درخواست قوم بهشون داد. قوم گفتن برو با خدا دیدار کن و هرچه گفت ما انجام میدیم. اونا فکر میکردن توانایی انجام خواستهای خدا رو دارن. خدا بهشون گفت خب اینا دستورات من هستن، انسان باید در اونا زندگی کنه، ولی شریعت اعمال اون و کارهای نیکو که انسان سعی میکنه از طریقشون عادل شمرده بشه ما رو در مقابل خدا عادل و پذیرفته شده نمیکنه. یعنی یه جای شریعت و دستورات خدا مشکل نه، داره. نه، مشکل ناتوانی انسانه. ناتوانی انسان. بله. چون با اعمال شریعت هیچ کس از دید خود عادل شمرده نمیشود. شریعت نه میراثه و نه زندگی. شریعت در نتیجه گناهان و ناتوانی بشر اونو به مرگ محکوم میکنه. ولی یوشع اینجا نماد چیه؟ یوشع نماد مسیح پیروزمنده، رهبری که قومش رو به مالکیت همه برکات هدایت میکنه. در مقدمه رساله پولس به افسوسیان میبینیم پولس میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه
برکات روحانی در قلمروی آسمانی بهره مند ساخته است. همراهان گرامی، استراحت کوتاهی خواهیم داشت و برمیگردیم تا به پرسش‌های مهمانان حاضر در استدیو پاسخ بدیم. تشویقتون می‌کنم که در خلال استراحت سوالایی که دارین رو یادداشت کنین و به نشانی که روی صفحه می‌بینین بفرستید. با ما همراه باشید. به بخش آخر برنامه خوش اومدید. در خدمت شما خوبان هستیم. اجازه بدید سوال یکی از مهمانان رو بشنویم. سوالتون رو بفرمایید لطفا. چه کسی سوال داره؟ در ابتدای کتاب یوشع جنگ‌های زیادی رو مشاهده می‌کنیم. لطفا توضیح بدین که چرا جنگ؟ آیا نمی‌شد قوم بدون جنگ سرزمین رو تصرف کنن؟ و آیا این هم یک نوع جهاد نیست؟ آیا تعالیم کتاب مقدس ما رو دعوت به جهاد می‌کنن؟ چون در گذشته دیدیم گروهی از سپاهیان اروپایی به خاورمیانه اومدن و جنگ‌هایی رو ترتیب دادن به عنوان جنگ‌های صلیبی. لطفاً توضیح بدین که آیا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که باید جهاد کنیم و اگر اینطوره باید با چه کسی جهاد کنیم و چطوری؟ بله. سوال خیلی مهمی پرسیدن. بله. بفرمایید. اجازه بدین بین جنگ و کشتار و بین کلمه جهاد و مفهومش تمایز قائل بشیم. فراموش نکنیم که اون زمان خدا از طریق قوم اسرائیل، یعنی قوم خودش، بر دنیا حاکمیت داشت و باید بگم قوم اسرائیل در معنای لغوی امروزی نیروهای امنیتی برای دستگیری و مجازات مجرمین بودند. در ارتباط با کنعانیان که در سرزمین کنعان زندگی می‌کردند، باید بگم که خدا بیش از 400 سال باهاشون مدارا کرد و بعدش به خاطر شدت گناهانشون زمان داوری رسید. و باید اضافه کنم که خدا اینجا داره به قوم میگه حکمی رو که من صادر کردم شما اجرا کنین. شماها مأمور اجرای احکام این ملت هستین. این قسمت منفی ماجراست که چرا خونریزی؟ خدا خدای خونخواه نیست و موضوع هرگز جنگ نبوده. البته این کاملا با عهد جدید فرق میکنه. در عهد جدید میبینیم که یه نبرد وجود داره که این یه موضوع دیگه است. نبرد همیشه به معنای جنگ و کشتار نیست. نبرد که شاید بشه اونو جهاد هم ترجمه کرد، از ریشه تلاش گرفته شده و این به معنای اینه که تلاشی صورت میگیره که هدفی برآورده بشه. آیا ایماندار مسیحی امروزه میراثی داره؟ بله. آیا باید اون رو تصرف کنه؟ بله. یاد گرفتیم که کتاب یوشع در عهد عتیق با رساله پولس به افسوسیان در عهد جدید پیوند نزدیکی داره. رساله پولس به افسوسیان درباره قلمرو آسمانی میگه. ولی برای تملک برکات روحانی که در اتحاد با عیسی مسیح از خدای پدر دریافت کردیم یه نبرد روحانی وجود داره. درباره این برکت در فصل 1 افسوسیان نوشته شده، ولی درباره نبرد روحانی در فصل 6. در نبرد روحانی ما به تفنگ، بمب یا ماشین بمبگذاری انتحاری نیازی نداریم. این یک نبرد روحانیه که ما اسلحه کامل خدا رو داریم که 7 قطعه داره و اونا رو علیه شیطان به کار میبریم، نه مردم. ایماندار مسیحی با مردم نمیجنگه. با هیچ کس نمیجنگیم، چون مسیح به ما گفته حتی دشمنان خودمون رو محبت کنیم و برای کسانی که به ما آزار و جفا میرسونن دعا کنیم. اما ما فراخونده شدیم که درگیر یک نبرد و چالش روحانی بشیم و در واقع اون نبرد علیه شیطان و لشکریان و حکومت شیطانه. شیطان که مثل یک شیر قرآن یا مار یا مثل فرشته نور و چیزهای دیگه میتونه بیاد. برادر نهمیه، چیزی هست اضافه کنی؟ بله، میخوام عرض کنم که خدا از قومش استفاده کرد تا داوری و مجازات رو علیه مردم سرزمین کنعان انجام بده. اما چرا؟ مردم کنعان یکی از گناهکارترین انسان‌های روی زمین بودند. بت‌پرستی در اونجا یکی از شریرانه‌ترین انواع بت‌پرستی بود که بشر به خودش دیده. از پیدایش فصل 15 فهمیدیم که خداوند بر ابراهیم ظاهر شد و ببینیم چه چیزی به ابراهیم گفت. اجازه بدید این آیه رو براتون بخونم. خداوند به او فرمود: نسل تو در سرزمین بیگانه غریب خواهند بود. آنها به غلامی دیگران در می آیند و مدت 400 سال بر ایشان ظلم خواهد شد. اما من ملتی که آنها را به غلامی خواهد گرفت مجازات خواهم کرد. وقتی که آنها سرزمین بیگانه را ترک کنند، ثروت فراوانی با خود خواهند برد. تو خودت کاملا پیر می شوی و با آرامی به نزد اجداد خود خواهی رفت و دفن خواهی شد. 4 نسل طول خواهد کشید تا فرزندان تو به اینجا برگردند. چرا؟ چرا خدا باید اینقدر منتظر می موند؟ چرا خدا براشون دلسوزه؟ در شرارت خود به اندازه‌ای برسند که مجازات خود را ببینند. خدا در همه روش‌هاش و کارهاش عادله و چون قدوس و عادله
باید داوری رو علیه مردم اون ناحیه اعمال میکرد و این زمان طولانی رو براشون صبر میکنه، چون نسبت به اونا رحم و شفقت داره، زیرا نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنن. اما وقتی انسان ها به نافرمانی از خدا اصرار میکنن، خدا هم اونا رو داوری میکنه. برادر نهمیا و برادر اسحاق، ممنون از شما. همچنین سپاس از شما مهمانان که ما رو با حضورتون مفتخر کردید. همراهان گرامی، پرسش‌های خودتون رو یادداشت کنید و به نشانی که روی صفحه نمایش داده میشه بفرستید. در قسمت بعدی همراه ما باشید تا به ادامه بحث درباره کتاب یوشع بپردازیم. خداوند همراهتون باشه. بین قبایلی که در شرق اردن و اونایی که در غرب اردن ساکن شدن تفاوتی وجود داره. مفهوم روحانی پشت پرده این ماجرا چیه؟ یوشع جاسوسانی رو به اریها فرستاد. آیا این یعنی کتاب مقدس به جاسوسی و تجسس تعلیم میده؟ راهاب به پادشاه و سربازانش دروغ گفت. آیا این یعنی کتاب مقدس بر دروغ گفتن سهه میذاره و اونو عملی قهرمانانه از ایمان تلقی میکنه؟ چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلام.